نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت از رادیو تلویزیون نورین خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. و زخمی شدن چندین تن از نیروهای امنیتی در غزنی توسط گروه های هراس افغان. سفر لوی دریسیز اردوی پاکستان به کابل همزمان با نخستین روز آتش بس یک هفته حکومت افغانستان با طالبان. و خوشبینی امریکا و کره شمالی برای دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره. مشروع خبرها، من سید موسی سادات میزبان شما تا پایان این ساعت خبری. مقام های محلی ولایت غزنی تایید میکند که حوالی ساعت 2:30 شب گذشته یک حمله انتحاری در ولسوالی مقر این ولایت رخ داد که در نتیجه آن 5 سرباز پلیس کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفته است این حمله توسط یک موتر بم گذاری شده در ساحه فرماندهی پلیس و ساختمان ولسوالی مقر رخ داده است. به گفته او در این رویداد دست کم 5 سرباز پلیس کشته شدند. آقای نوری گفت این انفجار 26 زخمی نیز به جا گذاشته که شامل ولسوال مقر، 3 کارمند ملکی ولسوالی، 5 کارمند امنیت ملی و باقی سربازان پلیس ملی و محلی می شوند. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته، اما جنگجویان طالبان در این ولسوالی فعالیت دارند. گفتنیس ولسوالی مقر از ولسوالی های نسبتا ناامن غزنی است و در مسیر شاراهای کابل قندار قرار دارد. این رویداد همزمان با آغاز آتش بس دولت با گروه طالبان رخ داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور چند روز از 27 ماه رمضان تا 5 روز عید فطر در جنگ با طالبان آتش بس اعلام کرد. طالبان نیز گفته در 3 روز عید آتش بس خواهند کرد. همه حملاتشان علیه نیروهای خارجی ادامه خواهد داشت. قرار است جنرال قمر جاوید باجوه با شماره از مقامهای ارشد کشور گفتگو کند. لوی دریسیز اردوی پاکستان در جریان دیدار با مقامهای ارشد افغان روی صلح و چند مسئله مهم دیگر گفتگو خواهند کرد. این سفر باجوه همزمان با نخستین روز آتش بس یک هفته حکومت افغانستان با طالبان صورت می گیرد. این پیشرفت ها در حال صورت می گیرد که مقام های افغانستان و پاکستان مذاکرات را در سطح وزارت های خارجه دو کشور آغاز کردند. بارن روبین، یک آگاه آمریکایی بر مسائل افغانستان، روز دوشنبه بر رسانه ها گفته است که آتش بس فعلی نتیجه کار مشترک پاکستان، آمریکا، افغانستان و سایر جوانب است. در 7 جون مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با جنرال قمر جاوید لوی دریسیز اردوی پاکستان و یک روز پس از آن مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با ناصر الملک نخست وزیر موقت پاکستان روی امنیت افغانستان از طریق تلفن گفتگو کردند. احمد رشید نویسنده پاکستانی و آگاه امور افغانستان میگوید که انتظار دارد که تلاش های اخیر راه را برای مذاکرات عملی با طالبان هموار سازد و جنگ را کاهش دهد. این در حالی است که سازمان نظارت از منابع مالی در همین ماه تصمیم خواهد گرفت تا پاکستان را در لیست خاکستری شامل کند، زیرا گفته می شود که شورشان و تندروان در آن کشور به آسانی به منابع پولی دسترسی دارند. آتش بس موقت دولت با طالبان امروز آغاز شد، اما درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کند که ولسوالی کوهستان این ولایت برای مدت به دست طالبان افتاد، ولی نیروهای دولتی مرکز آن را پس گرفتند. طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفته است که جنگجویان مخالف مسلح در منازل مسکونی اهالی سنگر گرفته بودند و نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از منطقه عقب‌نشینی تکتیکی داشتند.
ساختمان مرکز ورسوالی به دست مخالفان افتاده بود، اما اکنون کنترل آن به دست نیروهای دولتی است. آقای پنا ورسوال کوهستان کشته شده است. تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی نیز رسیده است که هنوز جزئیات آن در دست نیست. از سوی حمزه بیلا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرد که جنگجویان آنها کنترل ورسوالی جغتو در غزنی و چورت در اروزگان را به دست گرفتند. با آن هم عارف نوری سخنگوی والی غزنی این ادعا را رد کرد. با این حال رئیس شورای ولایتی اروزگان تایید می‌کند که کنترل ورسوالی چوره در این ولایت به دست طالبان افتاده است. در نتیجه حمله طالبان به این ورسوالی 17 سرباز امنیتی کشته و 19 نفرشان زخمی شدند. تلفات غیر نظامیان نیز به 30 نفر میرسد. طالبان برای یک شبانه روز ساختمان ورسوالی چوره را در کنترل داشتند، اما اکنون این ساختمان خالی است و طالبان در 1 کیلومتری مرکز ورسوالی مستقر هستند. طالبان در ورسوالی چوره تمام اسناد و مدارک مربوط به اداره مرکزی احصایه، آمار، حقوق، دادگاه و مواد انتخاباتی را یا نابود کردند یا با خود بردند و اتاق‌های ساختمان ورسوالی را نیز منفجر کردند. سقوط این دو ورسوالی در حال صورت می‌گیرد که آتش‌بس دولت افغانستان با طالبان از امروز آغاز و تا پنجم عید فطر ادامه خواهد داشت. طالبان نیز گفته است که در 3 روز عید آتش‌بس می‌کند، اما حملاتشان علیه نیروهای خارجی ادامه خواهد داشت. در همین حال امروز مقام‌های محلی ولایت غزنی تایید کردند که یک حمله انتحاری توسط یک موتر بمب‌گذاری شده در ساحه فرماندهی پلیس و ساختمان ولسوالی مقر این ولایت رخ داده است. در این رویداد دست کم 5 سرباز پلیس کشته شدند. سوزان دیویس عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا میگوید که او روی انکشاف تدریجی ظرفیت نیروهای امنیتی افغان خوشبین است و میگوید موفقیت اردوی افغانستان به نفع امنیت ملی ایالات متحده است. خانم دیویس گفته است که او امیدوار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در افغانستان عاری از فساد صورت گیرد و نقش زنان در آن برجسته باشد. این قانونگذار آمریکایی در پاسخ به این پرسش که چرا استراتژی برای ختم جنگ 17 ساله وجود نداشته است میگوید: ما همیشه خواستار یک استراتژی بهتر و روشن‌تر بودیم، اما یک راه حل ساده نیست. می‌دانیم که حتی در تاریخ ما گاه گاه مشکلات داشته ایم که مردم متحد نبودند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنان بر تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده گفته است که مقامات نظامی آمریکایی تلاش دارند تا ظرف چند سال آینده نظامیان افغان را با سلاح‌های تجهیز و تقویت کنند که نیازمندی‌های آنان را در میدان‌های نبرد مرفوع سازد. این بود خبرهای داخلی و اکنون چند خبر خارج از کشور. رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات یک به یک خود با رهبر کره شمالی پیش بینی کرد که مذاکرات برای دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره با یک موفقیت عظیم همراه خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود چند ساعت قبل از آغاز مذاکرات خوشبینی محتاطانه ابراز داشته گفته است که ملاقات ها میان کارمندان و نمایندگان به خوبی و سرعت پیشرفت نموده است. دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران که بعد از این ملاقات تاریخی خود چی احساس دارد گفت: من واقعا احساس بسیار خوب دارم. این مباحثات عظیم خواهد بود و من یک موفقیت عظیم را فکر می کنم. رهبران آمریکا و کره شمالی اوایل امروز در سنگاپور ملاقات تاریخی خود را با مسافحه در محضر عام آغاز کردند. دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره هدف این مذاکرات اعلام شده است. این نخستین ملاقات میان یک رئیس جمهور برحال آمریکا و یک رهبر کره شمالی می باشد. ملاقات میان دونالد ترامپ و کیم جون اون در یک استراحتگاه مجلل جزیره سنتوزای سنگاپور جریان دارد. هر دو رهبر که قرار است فردا به کشورهای خود برگردند برای پیشرفت در مذاکرات دور کردن اسلحه اتمی که در چندین دهه گذشته بارها متوقف و از هم فرو پاشیده است فقط یک روز وقت تخصیص دادند. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود چند ساعت قبل از آغاز مذاکرات خوشبینی محتاطانه ابراز داشته و گفته است که ملاقات ها میان کارمندان و نمایندگان به خوبی و سرعت پیشرفت نموده، ولی در آخر کار این مهم نیست. ما بسیار زود خواهیم دانست که آیا کدام توافق واقعی امکان پذیر است یا نه. در هفته های اخیر که آمادگی برای این گردهمایی جریان داشت، رئیس جمهور ترامپ به نظر می رسید
رسید که بسیار امیدواری است و پیش بینی کرد که امکان دارد جانبین در یک ملاقات واحد یا گفتگوهای چند روزه به یک توافق اتمی یا پایان رسمی جنگ در شبه جزیره کوریا دست یابند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ما امیدواریم که این اجلاس سران زمینه را برای گفتگوهای موفق آینده مهیا سازد. کیم جون اون رهبر کره شمالی هنگام مصافحه با رئیس جمهور آمریکا گفت که رسیدن به اینجا آسان نبود، موانع بر سر راه وجود داشت که توانستیم آنها را برداریم. و خبر آخر این که آمریکا تحریم های تازه را علیه 5 شرکت و 3 شهروند روسیه وضع کرده است. گفتنیست حملات سایبری روسیه عامل تحریم های تازه گفته شده است. وزارت مالیه آمریکا گفته است که این شرکت‌ها و افراد حقیقی با حملات سایبری به عنوان عامل نهاد اطلاعاتی روسیه فعالیت می‌نمودند. سیتیون منوچین وزیر مالیه آمریکا گفته است که این تحریم‌ها برای مقابله با عوامل خرابکاری است که برای افزایش توانایی روسیه در حملات سایبری فعالیت می‌کنند. افراد و شرکت‌های تحریم شده قادر به تبادل تجاری با افراد یا نهادهای مرتبط با نظام مالی آمریکا نخواهند بود. در این حال افراد و شرکت‌های آمریکایی نیز مجاز با معامله با تحریم شدگان نخواهند بود. در بیانیه وزارت مالیه آمده است که تحریم شدگان مستقیما برای افزایش توانایی‌های سایبری و زیرآبی روسیه فعالیت می‌کردند. هک کردن کابل‌های ارتباطی زیر دریایی است. وزارت مالیه آمریکا حمله سایبری به شبکه انرژی این کشور را از نمونه فعالیت‌های خرابکارانه روسیه خوانده است. کاخ سفید در فوریه سال جاری گفته بود که ناتیپتیا در جون 2017 میلیاردها دلار در اروپا، آسیا و آمریکا در پی داشته است. با همین ترتیب مهمترین ها در سه شنبه شب همین قدر بود. از همراهیتان با خبرهای این ساعت رادیو تلویزیون نوری سپاسگزارم. بکر شبتان خوش. الله نگهدار.